به دلیل عدم پایبندی به تعهدهای حقوق بشری، آمریکا همچنان از به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان خودداری می‌کند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. جان کربی، سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده گروه طالبان را به عنوان یک دولت قانونی در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این مطلب در یک کنفرانس مطبوعاتی صورت گرفت که طی آن جان کربی تأکید کرد که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود در زمان رسیدن به قدرت عمل نکرده است. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا همچنین در سخنان خود گفت طالبان در زمان به قدرت رسیدن به هیچ تعهدی از جمله تشکیل یک دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران عمل نکرده است. وی خاطر نشان کرد که ایالات متحده از نزدیک وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشردوستانه و دیپلماتیک ادامه می‌دهد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه گفت که ایالات متحده به همکاری با شرکای بین‌المللی خود ادامه می‌دهد تا طالبان را برای پایبندی به وعده‌های خود و دستیابی به پیشرفت در زمینه‌های بسیار مهم از جمله مبارزه با تروریسم و تضمین حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. وی با تاکید بر اینکه ایالات متحده به موضع قاطع خود در قبال طالبان ادامه خواهد داد افزود تا زمانی که طالبان تعهد واقعی خود را به تغییر و اصلاح نشان دهد جامعه جهانی بایستی در موضع خود در برابر به رسمیت نشناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان متحد شود و اهمیت به استانداردهای بین المللی در حکومت و رعایت حقوق بشر را با این اقدام خود به آنان یادآور شوند. اظهارات کربی در حالی بیان می شود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از روی کار آمدن مجدد طالبان بر اساس گزارش های متعدد با نقض مکرر و آشکار حقوق بشر رو به وخامت گذاشته و به دلیل مشکلاتی که بر سر راه اقدام‌های بشردوستانه برای کاهش آن انجام می‌شود، این کشور شاهد ادامه تنش بوده و علاوه بر آن با مشکلات عدیده‌ای همچون سیل و زلزله دست و پنجه نرم می‌کند. گروه طالبان که کنترل افغانستان را در آگوست 2021 به دست گرفت، همچنان به دنبال به رسمیت شناختن بین‌المللی خود می‌باشد. اما کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا به موضع خود مبنی بر عدم پذیرش رسمیت آن تا رسیدن به تعهدات مشخص از سوی این گروه اصرار دارد. همراه هستیم با آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم. با سلام و عرض ادب آقای اسماعیلی، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم که رویکرد کشورهای چون آمریکا را در عدم پذیرش طالبان تا چه حد برای آینده افغانستان امیدوار کننده می دانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان شما، باید خبر نشان بسازیم که متاسفانه بعد از خروج فاجعه بار و ذلت بار آمریکا از افغانستان، دیگر مردم، نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم جهان، دیگر اون اعتمادی که قبلا به آمریکا داشتن دیگر ندارن، یعنی اعتمادشان از دست دادن آمریکا و نمیشود روی سخنان آمریکا حساب باز کرد. بله آقای اسماعیل، چرا علی‌رغم این موضع‌گیری ها آمریکا سلاح‌های زیادی از خود در افغانستان به جا گذاشته که هم اکنون در اختیار طالبانه و چرا هم اکنون اقدام جدی در رابطه با طالبان انجام نمی‌دهد؟ دلیل این رویکرد متفاوت چیست؟ ببینید، آمریکایی‌ها متأسفانه در سال 2021 نشان دادند که اینا چگونه می‌توانند که مورد اعتماد مردم و مخصوص مردم افغانستان باشند. ما با آمریکایی‌ها یک قرارداد امنیتی داشتیم که اون قرارداد امنیتی هم اگر شما یادتان باشند بسیار به سختی به دست آمد. حتی در زمانی که آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان بود،
بواسطه از اینکه نمایندگان افغانستان در خیمه لوجرگه به خاطر همین منظور گرد هم جمع شده بودند، اصرار داشتند و آقای مجددی مرحوم خیلی هم اصرار داشتند که اونا یک بینان یک مویسفید و بینان کلان افغانستان از آقای کرزی خواهش کردند، تمنا کردند، التماس کردند که قرارداد باید امضا بشن به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان به نفع افغانستان است. اما آقای کرزی ابا ورزید و آن امضا نکرد. اما زمانی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد، آقای اتمر که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان مقرر شده بودند، اینا اون پیمان امنیتی رو امضا کردند و آمریکایی‌ها خیلی خوشحال بودند و همچنین مردم افغانستان امیدوار بودند که آمریکایی‌ها برای یک مدت در افغانستان خواهد ماند تا بالاخره افغانستان بتواند نیروهای امنیتی و انتظامیشان را بازسازی بکنند و بتواند از افغانستان، از حریم افغانستان، چه در مقابل همسایگان در صورت احتمال حمله یا همچنان در قبال توریست ها مقاومت بکنند. اما شما دیدین که این تعهداتی که ما با آمریکا داشتیم، با ناتو داشتیم، با کشورهای دیگر داشتیم، ما پیمان های متعدد و استراتژیک با کشورها داشتیم، اما هیچ کدامشان عملی نشد. آمریکا ها به همه چیز پشت باز زدن و از افغانستان یک شبه بدون اینکه توجه داشته باشند به مردم افغانستان فرار کردن و تمام تسلیحات و امکاناتی را که برای اردوی ملی و برای نیروهای امنیتی افغانستان فراهم شده بودند یک شبه همه در اختیار طالبان گذاشتند و حالا هم از طالبان به گونه جدی حمایت میکنند. یک ماه پیش شما تمام گزارش ها را دیدین و خبر شدین که سیگار یا اداره بازرس آمریکا اعلان کردند که میلیاردها دلار بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان در اختیار شاهوران بیشتر از 5 میلیارد دلار میشه. چگونه میتونن با سخنانی که آقای جان کوربی داشتن فقط بکنن؟ رفتارشان کاملا متضاد هستند و این نمیشود روی آنها حساب باز کرد و درباره اش اطمینان حاصل کرد که آمریکای آقای طالبان را به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن، چون اونها بر اساس منافعشان اقدام میکنن. هر طور که منافع آمریکا ایجاب بکنن همون کار را خواهند کرد. اگر تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن که همین طور با طالبان به همین قصه تعامل بکنن، پشت پرده تعامل داشته باشن، پشت پرده تعامل میکنن. ولی از زمانی که بدانن که حالا منافعشان بر این است که طالبان را به رسمیت بشناسن، میتونن به رسمیت بشناسن بدون اینکه هیچ گونه توجیه داشته باشن و هیچ گونه جوابگویی به کسی باشن. از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم.